محمد محمد، تو هم آب میخوری؟ آره میخورم. تو ادرارم خون بود. توی ادرارت خون بود؟ آره آب میدی بهم؟ زیاد بود خون؟ بله، کم و زیادش فرقی نمی کنه. زنگ بزنم حسین بیا. حسین برای چی بیاد؟ بیاد ببینی که چی کار باید بکنیم. نمیشه که همینطور دست رو دست هم بذاریم. معلومه باید چی کار کرد. باید رفت بیمارستان آزمایش داد. حسین رو برای چی زابرا کنیم؟ حسین زابرا نمیشه، ولی اگر بهش خبر ندیم کفری میشه. ابدا ابدا، اون ستمکش خودش هزار جو گرفتاری داره، رئیس بیمارستانه. پدرشی کسی رو بیدار نکن، هوا تاریکه. ساعت چنده؟ 6:30. یه دقیقه دیگه هم روشنه. خب گوشی رو بذار. چی میخوای به حسین بگی؟ میخوام بگم بیان اینجا شما رو ببریم بیمارستان. باشه میریم، الان نه، اورژانسی که نیست. اصلا دلم بخواد یکی از بچه هم اینجا باشن. خیلی خوب، ساعت 8 زنگ بزن مریم بیاد اینجا. محمد، الانه که دلم داره مثل سیر سرکه میجوشه. به کی داری زنگ میزنی؟ به مریم. خب اون پارچه رو بذار رو میز. دفعه اولی نیست که دارم میرم بیمارستان. زری مامان چنقدر دست باچه ای؟ بله، ولی دفعه اولی که خون تو ادرارتون میبینی. صد دفعه به این مریم گفتم خانم این گوشی رو شب نکش. شما که حال پدرتو خبر داری؟ بفهم بر نمیداره. کجا داری میری؟ میرم ازم رو بیدار کنم. بیدارش نکن زری جان، خسته است. چی کار کرده که خسته است؟ عزم بیا داره باز کن. عزم سلام مادر، چادرتو وردار، برو در خونه مرگم اینا ورش دار بیار که میخواییم دکتر رو ببریم بیمارستان. چی شده؟ هیچی نشده، یه سر پلوش درد میکنه. خدا راستشو بگو مادر جون. نترس طوری نشده. چادرتو ورده بیار. چادرتو بیار. هیچ طوری نشده، نترس، هل نکن. یه طوری نگی مریم هول کنه ها، حواس رو جمع کنه. لیوانو کجا میبری؟ من نخوردم. بفرمایی. چرا انقدر پریشونی؟ طوری رفتار میکنی من فکر میکنم باید رو به قبله بخوابم. محمد من جلزه بلزم تا صبح قیامتم تموم نمیشه وقتی درد تو تنتون هست. سیب بیارم براتون؟ آره خوبه. میخواییم صبونتونم بیارم همینجا بخوریم؟ بد نیست. صبونه های خونه آدم این رویاست. امروز میخوام صابونم رو فرش بخورم. چی شده شما میخوایی صابونتون رو فرش بخوری؟ اونم با این حالتون؟ این نه فرش است، گل نسرین است.
پرده دیده حورالعین است و پیش گلهاش گلستان خار است. محمد یعنی چی؟ این فرش رو میبینی؟ تارش از رشته جان تافتند. میدونی برای کیا؟ بحر دارای جهان بافتند، یعنی ثروتمند. یعنی ما ثروتمندی؟ داشتن یه خونه و دوتا والدی نیمدار یه پژو 404 نشانه ثروته؟ خونه شمال چی؟ اونی که به هم هبه کرده بودن. بله. سلام مادر، بیا تو. خیلی خوب. هیچی مامان، هل نکن، بیا. بابات یه خود پلوش درد گرفت، خونم تو ادرارش بود. الان هل نکن، یواش، برو اونجاست. یه قربونتون برم، بابا چی شدین؟ هیچی، بابا جان، به خدا راضی نبودم این وقتی صبح پاشی بیا اینجا. سلام ازم خانم، شوارم زابرا کردی. بشین بریم بیمارستان دیگه، زنگ بزن بابا حسین. زنگ نمیخواد بزنی، به مادرتم گفتم بی خودی با حسین تماس نگیره. اصلا من خودم امروز میخواستم برم بیمارستان عکس بگیرم. ازم زیر سنبر روشن کن. محمد عکس برداری برای چی؟ زری مامان جان، من دیشبم همین درد رو داشتم، اون تا کمتر بود. الان بهت گفتم وقتی رفتم بیمارستان یه عکسی هم از پهلوم میگیرم. شما از دیشب درد میکشین؟ آره، ولی نه اونقدر که اذیت بشم. چرا به من نگفتی محمد؟ ضرورتی نداشت بی خودی نصف شب بیدارت کنم، پریشونت کنم. خودم پاشونم، دوتا قرص خوردم، معدم خالی شد دیگه. مادر جون لیوانو بده من. به کی داری زنگ میزنی؟ به ناهید بابا جون. قطعش کن، هوا هنوز تاریکه. الان که داشتم میومدم سفیده زده بود، تازه ناهیدم پا میشه بچه‌هاشو بفرسه مدرسه دیگه. داری بی خودی مردم رو زابرا میکنی یا؟ قطعش کن دختر جان. برو ازم خانم بگو من چیز زیاد نمیخورم، پنیر با یه لیوان شیر گرم با اینقدر نون برای ما حاضر کن، خودت هم چیزی بخور. چیزی نمیتونم بخورم بابا. ازم خانم بابا جون فهمیدم. مامان جان من بهش گفتم اینا. راستی مریم از دیمیتری زیاد صادق، از صادق چه خبر؟ پیروز باهاش حرف زدم، مامانش یه ذره حال نداره، گفت میمونم پیشش، میخواد بابا جون مراقب مامانش باشه. دو سه هفته دیگه هم برمیگرده ایران. همیشه دوست داشتم سفری به یونان داشته باشم. انشالله بابا جون هر موقع حالتون بهتر که شد بعد از عید همه با هم میریم آتن خونه دیمیتری اینا. ازم صبحونه یه قرص زود آماده کن. چش به کی زنگ میزنی؟ به ناهید نامم که بیاد اینجا. آره خب کار خوبی میکنی. زنگ نزنین عالم آدم خبر نکنی. آقا شما نگران نباشین. چش ازم زنگی لیوان شیر به من میدین؟ چش حیات کوچیک قشنگیه. خیلی حالا فعلا بریم. مریم کمک کن. آقا یواش، مواظب باش. مواظب باش. ازم وقتی که محسن و ناهید آمد فوری بگو بیان بیمارستان. باشه مامان اومد. چه خبره مادر من؟ چیه؟ طوری نشده زری مامان. چی؟ بذاری پلوش درد میکنه. نگران نباش. عزم محسن که اومد بگو بیاد بیمارستان باباش. خدا نگهدار. داداش محسن بابا خوب کاری کردی مالی داداش محسن. و
وقتی شما هستی آدم قوت قلب پیدا میکنه. البته میدونستم کار داشتی یا سرت شلوغ بود. محسن تو هم به زحمت انداختی ما. چه زحمتی آقا جون، پسرتونو به شما میگم. بابا جون چه حرفی میزنی؟ پهلوتون چطوره؟ درد داری؟ درد دیگه، درد. بابا جون چرا اینجوری خونه رو نگاه میکردی؟ تو این خونه زندگی خوبی داشتیم، آسوده بودیم، راحت بودیم. بازم خواهیم داشت آقا. بذار زور برگردیم خونه اون وقت بریم. سلام استاد. سلام استاد. عجله نه. خوش اومدید. سلام آقا دارید. باوشین دستتون. سلام. راحت نمید. محسن کمک کن. باشه. بس شما درد نکن. سلام آقا دارید. سلام جونم. سلام. محسن. محسن ببین دکتر زیایی تو بیمارستان. آره بابا جون بیمارستان. سلام آقای دکتر. خانم. سلام. 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 خدا بد نده. فرمون درد میکنه. چرا پا ویلچه؟ از اینا بپرس. سلام. 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 مریم برو آسانسور بزن. زدی. سلام استاد. سلام علیکم. سلام. سلام. سلام استاد. سلام. بابا جان من که طوریم نیست. یواش برو خود یواش کمکش کن. اجازه کمکش. اجازه بدید. یواش. این فقط از اینجا ببرید بیرون لطفا. بیاین کمک کنید تخت رو ببرید. دکتر سیایی کجاست؟ تو بخش نیستم، فکر کنم در مونگا باشن، الان پیجشون میکنم. سلام. سلام آقا جون، آخه شما کجا این که ببینین چه به سر عزیز من اومده؟ سلام استاد. شنیدم پهلوم درد میکنه. از کی شنیدی؟ من بهش گفتم. صبحم دکتر جون تو ادرارش خون بود. دکتر بپرس سعید رادیو جای بی پی. چشم. لباسشون که عوض نکردین؟ بله الان چشم. خب تشبیه هم بیرون لباسشون عوض بکنن. بذاریم ما تشبیه هم بیرون. چشم. امروز معده‌شون کار کرده؟ صبح کار کرده. برای عکس رنگی باید روده‌هاشون کلن تخلیه باشه. دیگه کلنه که من نمیدونم که. ولی چون خودشون میدونستن امروز عکس بردی دارن دیشب دوتا قرص خوردن. جریان چیه محسن؟ جریان چی؟ نمیدونم، این درد پهلو، این خون تو ادرار. اجازه بده آی وی پی بشن، بعد براتون توضیح میدم. مربوط به بیماریشه نه؟ آره، ولی نگران نباشید. چطوری نگران نباشم؟ چطوری نگران نباشم؟ مثل بختک رو زندگیم استاده. خانم آقایی ما همه با جون دل در خدمت استادیم. زنی ماما. آره برای این مریضی لعنتی که حتی اسمش هم نمیتونم بیارم. کی تونست دمام بیاره؟ ناراحت میشن شما رو با این حال ببینن. یکم آرومتر. آروم باش. چشم من آرومم. چشم. بله خوبم. بس ببینیم لباس چه پوشیده. لباس چه پوشیده؟ از کاری ویلچر رو بیا. بله لطفا. ماما جوروبش هم پاش میکنی؟ نه نمیخواد. مواظبش باش. بیا بابا چه پاش. علی اونو بذار. بله. پتو بیارم بکشینش. آره آره. پتو رو بذاریم اینجا. پتو رو بذاریم بالا. خیلی خوب. دهی لطفا اون پالتوی منو بیار. ممنونم. نایی بده. بجام خانم.
ممنونم. داری مامان شما کجا میگی؟ میخوام با ایشون باشم. احتیاجی نیست شما بیاید. میخوام با ایشون باشم. تو تذیت نکن زری جون، ما میریم بر میگردیم. آره زری ماما، اینو بدیم به من. بریم بریم بابا جون. انا میاریم ایشون. نگران نباش. ناهید من میرم درمانگاه، خیلی شما تماس بگیرید. شما نمیخواید برین عکسشون رو ببینید؟ از درمانگاه میرم. باش باش نگران نباش، بریم داخل مانگاه. بریم نگران نباش. سلام آقای دکتر. سلام. بهتر شدین الحمدلله. سلام آقای دکتر. سلام. حالتون چطوری؟ حالتون خوبه؟ میشه رو ویلچر آدم حالش خوب باشه؟ بله. اومدین عکس بگیرین؟ بله. بله استاد آی بی پی دارن. اومده هم هستن. پس بذارین من مریضه بیارم بیرون. نه نه نه. اول کارو اون بچه رو انجام. خیلی چیز مهمی نیست. من میخوام عکس از قفسه سینه شون بگیرم. نه نه نه. اول کارو اون مریض رو بنداز. من عجله‌ای ندارم. بایزه. نفس نکش. محسن. بله آقا جم. خدمتتون هستیم، بفرمید. خانم پوریا، وسایل آی بی پی رو آماده کنید. چطوری پسر جان؟ خوبم. اسمت چیه؟ امیر. امیر. سلام آقای دکتر. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خیلی خیلی خوبه. اجازه هست استاد؟ بفرمایید. آقای منصور فرمایید میتونید کارتون رو انجام بدید؟ بله. پروفسور اومد. سلام. چی شده؟ خواستی زحمت پروفسور ببخشید. اینجاش درد گرفته. صبح تو ادرارش خون بود. خب این که تازگی نداره اینجا؟ نه. زیایی فرستادتش رادیولوژی. برای چی داری گریه میکنی زری؟ پروفسور محمد حالش خوب نیست. چه پزشکی خونده بوده که من خبر نداشتم. بابا جون اومد. خب دیگه نمیخواد گریه کنه. اینه بگی برو تو. برو تو، برو تو. نمیخواد اشک بریزه، برو. سلام دکتر. سلام علیکم. ها چی شده؟ همون داستان همیشگی ماچوری. عکس گرفتین؟ الان از رادیولوژی میاد. آماده است؟ هنوز نه. خیلی خوب. شما یه استراحتی بکن، من میرم رادیولوژی عکسو میبینم. محسن جان تو من با من. منم با تو میام. بفرما. سلام، خسته نباشید. عکس دکتر غریب آماده است؟ سلام پروفسور. بله. خانم پوریا، عکس دکتر غریب آماده است؟ سلام پروفسور. سلام. عکس دکتر غریب؟ بله، اجازه بدید. بفرمایید. بله، عکس امیدوار کننده نیست. باید عمل بشه دیگه. بهتر نیست استاد اذیتش نکنی؟ خودت هم میدونی. به خاطر خانم غریبم که شده باید عملش کنی. بریم محسن جان. میگه مشکل از رودشه، از رودش هم عکس گرفتی. این عکس روده است. زریم اونجا دست که تا حالا شما دکتر شدی؟ بده ببینم.
بفرمایید. یحیی جون مطمئنی میخواین شکم بی صاحب و پاره پاره کنه از نوبه دوزی؟ چیزی نیست، یه عمل ساده است. تو که خود دکتری همه چی رو میدونی، لازمه. لازم نیست. سلام بگو. سلام دکتر زیر. چطور استاد؟ محسن فردا قرار پروفسور محمد رو عمل کنه. بله، ایشالا بعد از عمل هم یه شب همگی دور هم جمع میشیم. باشه. بچه ها که از مدرسه میاد؟ یه نیم ساعت دیگه. بروش حسینم اومد. کلید دارم پشت در نمیلایه برد. آره نه کلید دارم. سلام داداش. سلام حسین کجایی؟ اینجاست بابا. آره خوابیده، برو داخل برو. سلام دکتر. رستم بخیر. چطوره ولش؟ بابا آمدید. خوبه. بفهمید. سلام زری مامان. سلام بابا جون. سلام حسین. راضی نبودم شما بیه. چرا بابا جون؟ آخه خودت هزار جو کار داری، رئیس بیمارستانی. اتفاقا به همین دلیل بیشتر از بقیه میتونم از بیمارستان خارج شم. حالا چتون هست؟ هماچوری. کی؟ امروز صبح. پلوشم درد میکنه. آره؟ زری ما اونجا اون عکس بده حسین ببینه. چشم. مریم. شما می نگاه بنداز. به حسین چرا گفتی بیاد؟ خودش تو بیمارستانش هزار جور کار گرفتاری داره. حسین پسر بزرگ شماست محمد جان. کدوم گرفتاری مهمتر از این؟ جان من الان میگم بقیه بچه ها برن. چشم. بچه ها جونم قربونتون برم. برین شما ها منزل استراحت کنین. اجازه بدین بابا جونتون هم استراحت کنه. باریکم. تو بیمارستان ما نارپار خبری نیست تا اگه شکمتون رو صابون زدین. ایکیجیشون رو گرفتین؟ قراره بیام بگیرم. عزیز من برید بگیرید دیگه. حسین اینه بگیر به من. پس شما درد نکنید. قراره خود پروفسور عمل کنه؟ بله. خب خوبه دیگه، خودش از همه بهتر. ضرورتی نداره حسین، خودت که عکس بگیرید. شما خستین، بذارید من بمونم. اونجا چی داریم میگین شما؟ آقا میگم برن منزل دوش بگیرن بیان. خب راست میگیدی مریم، اینجا هم که داشتی سرمشونه میکردی تنت بو عرق میداد. بیا چون که برداشتین. خیلی خوب بریم بچه ها. بابا جو خدا. خدا بریم عزیزم، برم مال خدا. خانم تا بیان اینه حال دکتر. بله بله میگم. ممنونم، ببخش. زری مامان جان. بله. چرا جلوی همه به مریم و حرفو زدی؟ کدوم حرفو؟ بهش گفتی تنش بو عرق میده. آقا من که آروم گفتم، شما صداتونو بلند کردین همه شنیدن. آه برای این من بلند گفتم که بره لباس سیاهش رو عوض کنه. تازه شما هم رفته لباست بوی عرق میده. من؟ محمد من لباسم تازه عوض کردم. چی همه تو مشکی پوشیدین جلوتر اعضای منو گرفتین؟ خدا نکنه چه حرفی شما میزنی جان من. خیلی خوب چشم، میریم لباسمون عوض میکنم. حسین به این مامانت بگو با این عمل بیهوده اینقدر منو اذیت نکنه. ولی بابا جون چیزی مهمتر از این عمل نیست، باید عمل شی. من خیلی گرسنمه، نهار کی میدن؟ بله چشم، الان میرم ببینم چی شد. بگو نهار منو زودتر بیارن. حسین جون تو خودت پزشکی، میدونی وقتی متاستاز میزنه عمل هیچ فایده ای نداره. میدونم بابا جون، ولی برای خاطر جمعی زری مامانم که شده باید این عمل انجام شد دیگه. این شکنجه قبل از مردنم. الان غذاتونو میارم، از فردا هم خودم براتون غذا میپزم که دیگه غذای بیمارستانو میل نکنی. مگه غذای اینجا چشه؟ من سالهاست غذای اینجا رو میخورم، هم خوبه هم خوشمزه است، زیر نظر خودم هم هست. نه آقا، معده شما با غذای من اخته. زری مامان جان من معدم فقط شبا با غذای شما اخته، روزا که اینجا نهار میخورم با اینجا اختم دیگه. حسین لطفا پاشین برین پایین سیب و پرتقال بخرین برای باباتون بیارین. آخه حسین برای چی بره؟ اون رئیس بیمارستان. باشه آقا، بچه منه، اگه لازم باشه برم برای من نون بخرم باید برم بخرم. خودم میرم میگیرم. چرا شما؟ من خودم میرم میگیرم. باز بره بگیره جوان دانشجو دوست داره کاری بکنه دیگه. گفتی برای حسینم نهار بیارن؟ بله، گفتم سه تا غذا بیارن. من نهار نمیخورم، باید برم بیمارستان، همونجا میخورم. چرا مادر جون؟ حالا که گفتم بیارن، شما هم همجا غذاتون رو بخورین؟
بعدن بریم. کجا بودی فریما؟ رفته بودم میوه بگیرم. خب چرا اجازه نگرفتی؟ برای استاد گرفتم. فرقی نمی کنه، به هر حال بعد از من اجازه بگیری. حالا برو. سلام. سلام جونم، بیار اینجا. چی خریدی؟ پرتقال و سیب. دست درد نکنه فریما، پولش چقدر میشه؟ هیچی اصلا قابل نداره، خودم خواستم براتون بگیرم. تعارف نکن بگوشم. نه دیگه، اگه پولشو نگیری که محمد جان نمیخوره که مادر. واقعا چیزی نشده. محمد جان ببین چقدر میشه پولشو. من حساب میکنم بابا جون. نه به خدا چیزی نشده. اگه پولشو نگیری میوارو باید ببری خونت. چقدر شد؟ 9 تومن. کلک نزنی 8 تومن 5 زاره بگی 9 تومن. مرسی. بخورم یه ظرفی برای میوارو. بله چشم. زبی مامان پول حسنه بهش بده. بابا جون عجب حرفی میزنی، یا چه فرقی میکنه حالا؟ خیلی خب، پس میوه‌ها رو ببر خونه خودت. مادر جون شما که میدونین بابا جونتون باید حساب کنن. مادر من ول کن. آقا چقدر شد؟ 9 تومن. چشم. این 5 تومن مامان، این 2 تومن، 7 تومن، اینم 2 تومن، 9 تومن بسرم برش دار. میخوایی توی عضله بزنی؟ بله. شما آقا بردر اجازه بدید. اصلا آمپول زدن بلدی؟ بله، فقط هم یک کار خوب بلدم. کاش که کور بودی فریما. ایوا محمد جان عجب حرفی شما میزه. بفر. ببخشید. چرا استاد؟ بس چشماتو ببند بزن. چشم. دامپزشکی خوندی؟ استادمون میگفت شناختن روش منش پزشکایی مثل استاد غریب بخش انکارناپذیر علم پزشکیه. او؟ این حرفای قولم و سلامبه نچسب رو میزنه که من درد آمپول رو حس نکنم. نه به خدا. چی هست اسم این استاده؟ دکتر مرتضوی، شاگرد خودتون بودن. آه میشناسمش، اون افاضات زیاد میکنه. همیشه میگن شما پیشاهنگ علم پزشکی کودکان توی ایرانی. از قول من بهش بگو مرتضوی قاطر پیشاهنگ، آخرش توبره کش میشه. استاد بهش بگو شما همیشه پیشاهنگ. تازه به نظر من شما دریای تجربه و خاطره و نمیدونم چیزایی هستین که برای هر کدوم از دانشجوهای طب برابر تحصیلاتشون ارزش میتونه داشته باشه. بله شما راست میگید. من از دورانی عبور کردم که قدرت داشت تاریخ رو له کنه. شاهد چیزایی بودم که هیچ تناسبی با عقل نداشت. واقعا آدم شاخ دارم. میبینی که منم بلدم حفاظت کنم حرفای قولم به سلوم بروزم. خب دونستن این چیزا حق ما نیست. چرا؟ حق شما. خیلی از هم نسلای ما خاطرات و تجربیاتشون احتکار میکنن تا مبادا گند خودشون در بیاد، تا نکنه با قلم خودشون رو تحقیر نکنن. بچه باشه این تو این آزمون خطاها هممون هستیم دیگه. خب حیف این همه دانش و تجربه نیست که بره زیر خاک. نه منظورم اصلا این نبود. محمد جان عجب حرفی میزنین، زبونتون رو گاز بگیرین آقا. هیچ وقت هیچ کس رو ندیدم درباره گذشته‌اش با صداقت صحبت کرده باشه. همه یه جوری پنهانکاری میکنن. چرا؟ شما خودتون که واقعیت رو میگین. جز خدمتم کاری نکردین که بخواییم پنهان کنی. اصلا به نظر من برای یه پیشرفت مملکت باید تجربه افرادی مثل شما رو به نسلهای بعدی تزریق کرد. برای پیشرفت مملکت؟ چه عبارت دهن پر کنی؟ اصلا این تو دهن منه تو جا میگیده. برای عبور از دروازه های تمدن بزرگ، اونم با این ابزارهای پوسیده و عقب مونده. شما هیچ میدونی دارالفنون تهران اولین دانشگاه آسیا بود؟ واقعا؟ بله. و دارالفنون توکیو سالها بعد از دارالفنون تهران تأسیس شد. بعدش چی شد؟ نمیدونم. تجدد رو به جای تمدن به خورده این ملت دادن. محمد جان، آمپول آرام بخش تزریق شده به شما. فردا جراحی داریم. یه پرویز استراحت کنیم. ببخشید.
زنم با اجازه. بله بله. تخت خالی اینجا هست که، اونجا چرا میخوای بخوابی؟ اینجا خوبه، من که نمیخوام بخوابم. حجرات زری، من یه ضبط صوت کوچیک میخوام. ضبط صوت میخوای چیکار؟ میخوام حرف بزنم. خوشگلم زری مامان جان. میدونم خیلی خوب. بفرمایین. چشم بابا جون، یه وقت اتاق عمل نترسی یا حسین جون اجازه میدی مادر؟ ایشون یه عمر به مریضاشون روحیه میدادن تو اتاق عمل، وقت خوش بترسن. حسین جان بابا جون، قاسمی نایمد این تخت رو درست کنه؟ نه گفت میاد. عجلی نکن، کمکش کن. باشه ای دکتر، ببخشید. خانم سرم. مرسی. نه 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 خانم دکتر. لباسشون استریل، آلوده میشه. خب بریم. سلام استاد. ایشالا عمل خوبی داشته باشید. خانم به بچه ها بگو برن سر کاراشون، بی خودی پشت در اتاق وقتشون رو تلف نکنن. جسمشون هم نباشه، روحشون با شما ساقا. اگه میشون منم میومدم پیشتون بخونم. برو برو. مریب جان اجازه میده دیگه؟ اجازه. بسید نفس همه بچید دوتا. گرما در میزنه محمد جان، برو در باز کن. برو ببین کیه. خلیج خفه میخوای کنی خودتو؟ اون چی کاریه؟ بذار کنار. کیه داره در میزنه؟ چه میدونم که محمد رفت باشه در عباسلی میگفت بدم بدم. کدوم عباسلی؟ چی کار داشت؟ نمیم آبوز علی از که خودتو بسید که خونه خراب شدیم. چی شده؟ حرف بزن. میخواستن تو بازدن غارت میکنن. کدوم پدر سوخته دسته لال بشه؟ حرف بزن دیگه. یکشون اوشا باشه. چی دیختن؟ مرضشون چیه؟ من چه میدونم؟ تو خدا با یختت بپوشم این از که گفتی کی بود محمد؟ عباس علی. بیا بیرون محمد. خلجی میبه بیرون سینه تعلیم کنید. بیرون بابا جان. عباس علی چی کار داشت؟ حجره با مغازه نداشتن، ریختن همه رو دارن غارت میکنن. اه کیا؟ لش و لوشا دیگه. یه مشت بدبخت در به در گرسنه. معلوم نیست اینای مافنگی تو این مملکت چه کار دارن میکنن. اجباری که بری اونجا خودتو بکشتم بدی به خاطر چند خلوار؟ بری اونجا تو خود میبینی. همون چند خلوار دارو ندارو میخوام. منم میام. یا باشید بریم. رسیبه رو بیاریم. هم
چه طرز بیهوش کردنه؟ ماشاءالله اسمتون دکتره. صندوقچه پولون که پایین باید بشه یا نه بمیرید با این مملکت داریتون الهی بمیرید که زنده باش من دارم اونجا به دکتر خودم برسم اونجا رو غارت نکن آقا برو خدا واسه بس مرد حساب بمون کجا اومدی راش کن بابا چشم دون در باش استاد عرض کرد واسه شدی تا پای یاد بیار زوت 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 Is it a sad?
بیتار شد کنم بل کن ساعت را بچه نشین مادر خطرناکه پاشو حسین جانم دیشب بابات ضبط صوت میخواست برای چی؟ تو نمیدونی؟ نه نمیدونم ولی من میدونم مادر من فقط نگران نباش الان از اتاق عمل میاد بیرون میبینی که خوب و سلامته استاد استاد خسته نباشید متشکرم خانم گران لطف کنید به دکتر غریب و دکتر زیایی بگید یه لحظه تشریف بیارن اینجا چشم پروفسور دکتر زیایی پروفسور با شما دکتر غریب کار داره چی شده؟ تو دفتر کارشون هستم چی شده؟ چیزی نشده خانم دکتر با شما کار نداره خانم دکتر بسنه با شما بسنه بسنه با شما بفرم بشین چای میخوری یا نسکافه؟ بش کدوم بزن حسین جان کجا این آقا؟ اینجا ایم زریم امان چی شده پروفسور؟ چیزی نشد. خب پس شما چی می‌خواستین به پسر دامادم بگین؟ گزارش عملو می‌خواستم بهشون بدم. خب پروفسور گزارش عملو به منم باید بگین آخه. چش. نسکافه می‌خوری؟ نه من هیچی نمی‌خورم. لازم نیست. خیلی خب نمی‌خورم. بفرمایید بش. حوصله شنیدن گزارش پزشکی رو داری؟ خب معلومه. وقتی پای محمدم وسط باشه آره. خیلی خوب. عمل با موفقیت انجام شد. شوهر عزیز شما هم الان تو ریکاوریه. چند دقیقه هم به هوش میاد و میبرنش بخش. پروفسور از وضعش برام بگین. خواهش میکنم. گفتم که خوبه. میدونم خوبه. آخه مگه میشه عملایی که انجام میدین شما بد باشه؟ ولی از وضع بیماریش برام بگین. غریب باید استراحت کنه. استراحت مطلق. پروفسور چرا حرفتون راحت به من نمیزنی؟ باید منتظر باشی. شما هم بس آرامشتون رو حفظ کنید. قصه خوردن درد روانه میکنه. نکنه میخواییم بگین درمان محمد دوایی نیست دعاییه. البته اینجوری که هست. زنی مامان باور کنید این جلسه فقط برای یه گزارش ساده پزشکیه. دکتر جون چرا زنی مامان نمیاره بچه ها؟ پاشو بریم زنی مامان. زنی مامان بریم. پاشین دیگه. مامان. چند دقیقه دیگه به هوش میاد میتونه خودتون باهاش صحبت کنه. پروفسور بعدش چجوری بود؟ فکر نمیکنم وقت زیادی مونده باشه. به یک ماه میکشه؟ شاید هم کمتر. شاید هم یکی دو هفته. اجازه بدید. آقای از بالا نگه تا کمک کنی پروفسور چی گفت؟ گفتن که بهتون نه هیچ که به من راست نمیگه شما که دیگه خوب میدونید عملیست که بعد انجام میشه خب آره اما نتیجه عمل چی؟ خوبه یا نه؟ دیگه من منتظر بود فقط باید استراحت کنم پروفسور نباید انقدر سر کار هممون باید بیشتر بهش برسیم حسین به من راستشو بگو زنی مامان من به شما راستشو میگم حسین تو داماد منی
اگه تو به من راستشو نگی پس کی راستشو بگه؟ آقا پروفسور که یه چیز دیگه میگه. بذاری مامان دیدی که محسن چی گفت؟ حالا با چند روزی صبر کنیم ببینیم نتیجه عمل چی میشه دیگه. آره منتظر چی باشی؟ آقا منتظر چی باشی؟ ببخشید. سلام زری جانم، برام میخری نون بربری؟ آره نون بربری هم میخرم. دارم میگم دری بری داری؟ نه دری بری نمیگی. چطوره؟ خوبه. پروفسور خسته نباشه. ممنونم. چطور ماما جان؟ زری این پروفسوره؟ بله. دلم ازت خیلی پره. استراحت کن خوب میشی. چطور بود پروفسور؟ خوبه. خدا نگهدار. جانم خودم بیا مادر مریم. باش نگران نباش. خدا نگهدار بچه. فاطمه خانوم، فاطمه، فاطمه، جمع کن فاطمه خانوم، جلو خلاص، جمع کن بیدیم گره. چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ یک مش مردم بدبخت و بیچاره و فرق زده و گرسنه ریختن در حجره مردم، غارت کردن، رفتن دنبال کارشون. مغازه ما رو؟ شانس آوردیم فقط من و بزرگترشون شناخت و الان مغازه ما هم بذار بغل بقیه. پاشو بابا میشکنه الان. خب توفتون روتون بیاد. تو نمیدونی که هیچی از این مردم نداشتن، همه رو بردن. خدا ازشون نگذره. ببین کار به کجا رسیده. خود سلطان احمدشاه میخواد در بره بره، گفته دارالخلافه رو ببریم اصفهان. نمیدونم مگه میذارم بچه این کارا رو بکنه؟ بدش به من. خلی ما هم بمونیم، ما هم جمع میکنیم میریم. پس چی کار کنیم این زندگی رو؟ این زندگی نکن. این سهراب آبیشو من میسپرم چشمشون سر زندگی باشه. یه کار کن، دو سه روز دیگه بکنیم بریم. بازار که خرابه، کاسبی که نی. یه سری به اون پیرمرد پیرزن میزنیم، یه هوایی هم بچه عوض میکنن. سراتو نخورن، یه چایی برس بیار. چایی اونجاست، برس. آمیزا در باز کن، آمیزا توی سهراب. بله بیا تو اینجا چکار مایی، بیا تو. سلام میزه. آقای برنج هم پیدا بود. هیچ چیزی کوفتن پیدا نمیشه. برو برنج اینقدر بیست. برو شهر درست. همه رو آرد کردن. برو شهر درست. برو پیکان شهر درست کن. برو بیرم. یه بار به چه آدم میگن دیگه. لاله. سگ میکنن، آدم ول میکنن. از قرار معلوم به دکون شما دستبارد نزدن آمیرزا. جان سهراب دیر رسیده بودم در دیوار اینجا هم مثل دکون سیفاله لیسیده بودم. آره بیچاره دیدن داشتم میمدن. معلومه چی شد؟ حساب کتابم بدم. شانس آوردیم به دکون شما دست نزدنم. شانس کدومه؟ رفیق از آب در اومد سرگردشمون. یه کیسه برنج امشب در خونش میبرم، حلالش بشه خدا پدرشم بیامرزه. چه بگم آمیرزا، هرچی به خیر و صلاحه. حالا چی شد تو این هیرو بیری گفتی من بیام اینجا؟ چیزی شده؟ اول که دیدمت اصلا حواس نبود برای چی صدات کردم. سهراب جون این مملکت بهشون نیست که نیست. یعنی اولش هم مملکتی نبود که ما بهش بنازیم. بله. سلطان احمدشاه دنبال مناهی و ملاهیشه. یه رجل غیرتمند و با سواد و با تقوا و شیر پاک خورده تو این مملکت نداریم. چرا ندارم آمیرزا؟ بی انصافی نکن. این مملکت به اندازه کافی آدم با غیرت و با سواد داره که هر کدوم یه گوشه این مملکت رو بگیرن به سر سامونی برسونن. ولی حیف از بد روزگار همشون رو روندن تو اونجا عزلت. 30 سال آزگار میخوام از این کنج عزلت در نیان. احمدشاه میخواد دارالخلافه در تهران جمع کنه ببر اصفهان. سهراب جون این مملکت صاحب نداره. ولی چرا هم باید با دخترم از اون مثل سگ حرف بزنن؟ دوره جون آمیرزا این چه حرفی میزنی؟ کاری ندارم سهراب. این تابسون بهشون نیست که نیست. تصمیم گرفتم دست علیال بگیرم برم گرکان، هم بچه‌ها یه نفسی بکشن، هم دیدن آقام رفتم، هم میدونم چه خاکی باید سرم بریزم. دوره جون هرچی اینجا و تو انباره میخوام جمع کنم زیر زمین خونه بچینم.
بزرگی باید کنی این تابستون رو دست آبجی تو بگیر بیای خونه ما. کوچیکم هم میزنی. هم خیالم راحت که یه آدم حسابی سر زندگی میری. هم یه حیات بزرگی حوض داره خنکه اونجا باش. برو چشم هم میزنی. اولا که انشالله 120 ساله باشین سر زار زندگی تو. بعدش هم امر امر شماست. هر چی بفرمایید بدید و منت. جانم قربون چشمت برم. میدونستم قبول میکنی. زنده باش نامزد. داری چی کار میکنی آمیرزا؟ یه چند وقتی خدا بخواد میخوام برم گرکان. خیلی وقت آقا مینا رو ندیدم. پیر مرده و آفتاب لبه بوم. برای چند وقت بری؟ یه ماه و نیم گمان میکنم بکشه. حالا اینا چیه؟ سفارش مشتریه؟ سفارش مشتری کدومه؟ دارم میبرم خونه انبارشون کنم. مگه امیدو خونه ببندی؟ بیا برم نبندم چیکار کنم؟ به کی بسپارمش؟ خدا بهش گفتم نون اینجا رو میچرخم عین خودش. خیلی خوب اونو مردا بره تو کاری کار زندگی داریم مردوسون کمال معرفت رو برم با این حرف زدن یه ذره بون پدر خدا بیامرز ذلیل مردت نکشیدی. بچه که نیست اینجا رو میگردونه ما هم هواشو داریم. اینو بگی قربون شکلت آ کسی از سنگ تو ترازی این بذاره که من اینجا رو بسپرم به دستش پاشم برم یه ایلا. میدونی رئیس وزرا چی گفت؟ میدونم چی گفته. گفت هر کی اعتکار کنه اونم جنس مردم نرسونه گرم فروشی کنه نمیدونم محاربه اونم واسه خالش گفته. در این دکونو یه هفته هم چایی بندم بر خودت برد میشه. برگردم بهشون میگم که بابا جون آقام ناخوش بود باید بهش سر میزدم. چی میخوان بگن؟ آدم های نظمیه این حرف حالیشون میشه. مشورت علی اینا یکی در میون سیاه لشکرن یه پول سیاه بذار کف دستشون برات قاسم آبادی هم میرخصن همینا. آمیرزا میترسم این بار به خونت نرسیده قارتش کنن. اینقدر نفوس بد نزن تو رو عبالفز مرد حساب بذار ببرم بیم چه خاکی باید به سرم بریزم. از ما گفتن بود خود دانی. زنده باش زنده باش. عباس علی بجون بابا چی کار داری میکنی؟ ببخشید آقای مهندس بازرگان از پایین زنگ زدن. اهفی دارین؟ آقای مهندس بازرگان از پایین زنگ زدن گفتم میخوان تشریف بیارن بالا بگم بیان. خب بگیم بیان بالا. بیان بالا. بچه ها کجا؟ بچه ها رو خیلی وقت فرستادم رفتن. ما هم ایشونه ای میکنیم. بله. ساعت چنده؟ ساعت 7 آقا. مگه مهندس بازرگان سفر نرفته بود؟